هر که خصم در او کمند انداخت به مراد ویش بباید ساخت هر که عاشق نبود مرد نشد نقره پایق نگشت تا نگداخت هیچ مصلح به کوی عشق نرفت که نه دنیا و آخرت درباخت آنچنانش به ذکر مشغولم که ندانم به خویشتن پرداخت همچنان شکر عشق میگویم که گرم دل بسوخت جان بنواخت سعدیا خوشتر از حدیث تو نیست تحفه روزگار اهل شناخت آفرین بر زبان شیرینت که این همه شور در جهان انداخت در انتهای شب با نام و یاد خداوند مهربان دوستان و عزیزان سلام بر شما با غزل زیبایی که از شیخ شیراز سعدی علیه الرحمه برایتان خواندیم برنامه را آغاز میکنیم امشب در این برنامه به بحثی درباره رمان نو میپردازیم که توجه شما را به آن جلب میکنیم در سال 1957 میلادی رمان دگرگونی میشل بوتار به عنوان رمان نو اشتهار منتقدانی که موضعی خسمانه در قبال رمان نو اتخاذ کرده بودند آن را رد و بیاعتمادی خود را به داوران رنودو برای انتخاب این رمان اعلام کردند بنابراین نکنون سعی می کنیم آن چرا می توان رمان نامید شهر دهیم درباره اینکه آیا حق داریم رمان نو را مکتب بنامیم یا نه بحث های بسیاری شده است گفته می شود که در سال 1950 میلادی عده از رمان نویسان با عللی بسیار مشابه تعدادی از فرضیه های اساسی رمان را رد کردند که زایده نظریات بالزاک بود نتری سروت در کتاب اصر بدگمانی و ربقیه در مقالات قدیمی که اندکی بعد در کتابی با نام دفاع از رمان نو گردآوری شد در پاره ای از نظریات با یکدیگر توافق داشتند. بوتور در مجموعی که با نام جون تعریف کرده بود تنها یک مورد از فرضیات بالزاک را نپذیرفت بالزاک در رمان صورتی کاملا متضاد با پجوهش های جدید ارائه داده است فرضیه ای که بوتور کاملا آن را رد کرد اما نظریات ناتالی سروت و روب گریه در آثار این دو آنچه در وحله اول به چشم میخورد مرگ قهرمان رمان است ناتالی ساروت این چنین گفته است که او از زندگی مجلل انواع دارایی ها و مراقبت های ویژه برخوردار بود هیچ چیز کم نداشت از سگک نقره شلوارک گرفته تا عینک نقشدار نوک بینیش اندک, اندک همه را از دست داد نیاکانش را خانه به دقت پرداختش را که از زیر زمین تا شیروانی آن را با وسایل گوناگون پر کرده بود حتی کوچکترین اشیای زینتیش را املاک و اسناد مربوط به درآمد سالانش را جامعه جسم و چهرش را و خصوصا چیزی که در این میان از همه پربهاتر بود یعنی شخصیتش را که تنها چیزی بود که به او تعلق داشت و بارها نامش را تقریبا همین عبارات را می در نوشته های ربقیه یافت با این همه هنوز در رمان ها اسامی خاص وجود دارد و گاهی تنها به نوشتن حرف اول اسم به عنوان مثال در آثار کافکا یا به کار بردن اسامی تبدیل پذیر مثلا در کتاب خشم و هیاهوی فاکنر اکتفا می شود ولی این کلمات تنها برایمان تکیهگاه ساده ای محسوب می گردند و می توانیم حالات ناشناخته درونی من را در آنها باز اگر باز هم بتوان از شخصیت رمان سخنی گفت این شخصیت تنها می تواند مرکز گرایش های قریزی، امیال، ترهی پریشان و وجودی مبهم با گرایش های روانی باشد. نه سرات و نه گریه هیچ شک قصد ندارند که قهرمان را رو از رمان حذف کنند و تصدیق می کنند که حذف قهرمان آخرین مرحله از تحولی است که از چندی پیش آغاز گشته است. او تنها به افسودن چند نام دیگر به فهرست رمان نویسانی بسنده می کند که ناتالی ساروت جزو پیشگامان آن شمرده می شود. رومان نویسان نونیز درباره حذف دسیسه به شکلی که در رمان کلاسیک مطرح شده است توافق نظر دارند. ساروت میگوید از میان داستانهایی که تا کنون ساخته و پرداخته شده است کدام یک یارای برابری با گوش نشین پواتیه گزارش های کار اجباری یا نبرد استالینگراد را دارند در حالی که راب چهار صفحه را به اثبات این مسئله اختصاص داده است که امروزه توصیف آنچه عموما داستان نامیده می شود ممکن نیست یعنی سلسله وقایع منظمی که با یکدیگر ارتباطی تنگاتنگ تنگ داشته و بر اساس یک رشته اصول ادبی وضع گردیده باشند کافی نیست که داستان فوقالعاده یا جذاب باشد برای آنکه داستان از پشتوانی حقیقت انسانی نیز برخوردار باشد باید بتواند خواننده را قانع کند که وقایع واقعا برای قهرمانانی واقعی اتفاق افتاده است خوانندگان توقع دارند که داستان نویس به نقل و روایت حوادثی اکتفا کند که خود شاهد وقوع آن بوده است یک قرارداد ضمنی میان خواننده و نویسنده منعقد می شود نویسنده وانمود خواهد کرد که به آنچه روایت می کند اعتقاد دارد خواننده نیز فراموش خواهد کرد که همه اینها ساختگی است و چنین وانمود می کند که سر و کارش با سند، زندگی نامه یا ماجرایی واقعی است. پس بیان خوب یعنی شبیه سازی نوشته از روی طرح پیش ساخته که مردم به آن خو گرفتند و این طرح پیش ساخته تصوری است که خواننده از واقعیت دارد. روگریه همچنین معتقد است که نویسنده باید از کمترین تناقض ها نیز خودداری ورزد زیرا وی باید در ذهن خوانندگان تصویر جهان پایدار همیشه مداوم بی ابحام و تماما شناختنی را جای داد. رمان نویس نو قطعا وقایع را برشته تحریر می کشد ولی جنبندی آن به گونه نیست که داستان دارای توالی زنجیری مشخص و آرامش دهندهی باشد. مسئله دیگر تعهد نداشتن در رمان است که سرات در کتاب عصر بدگمانی خود از آن سخنی به میان نیاورده است هرچند که خوانندگان رمانهایش به هیچ شک و شبههای وی را نویسندهای غیر متعهد میدانند رمان نو رمانی غیر متعهد است ژان پل سارتر در مجموعه تحقیقاتی که با نام موقعیت ها منتشر کرد در بخش نگارش چیست از جلد دوم آن که ادبیات چیست نام دارد نظریه ادبیات غیر متعهد را مطرح کرده است او می نویسد نویسنده متعهد می داند که حرف همان عمل است می داند که آشکار ساختن همانا تغییر دادن است و نمی چیزی را آشکار کنیم مگر آنکه بخواهیم آن را تغییر دهیم ترسیم طرحی بیطرفانه از جامعه و شرایط انسانی رؤیای موحالی است که نویسنده آن را از سر بدر کرده است در واقع ژان پل سارتر به هیچ وجه ادعا نمی کند که رمان باید بیانگر فرضیهای فلسفی یا سیاسی باشد بلکه میگوید رمان باید بدون پنهان داشتن حقیقت واقعیت محض را نشان دهد رومان نویس خوانندگانش را وامی دارد تا از معایب جامعه خود آگاهی یابند و حقیقت این است که هدف رمان نقد جهان است هدفی که مد نظر نقاشی موسیقی و شعر نبوده است اما گریه درست از ضد این نظریات دفاع می کند هنر نمیتواند به صورت وسیله در خدمت امری فراتر از خود درآید او به رمان همچون اثری هنری می نگرد یعنی چیزی که سارتر در نهایت آن را رد کرد رمان پیش از نگارش چیزی را توضیح نمی دهد و نشان دهنده هیچ حقیقت ازلی نیست و نمی توان از پیش رمان را با مفهومی که به آن خواهیم بخشید توجیه کرد اثر هنری مثل دنیا صورتی است زنده وجود دارد پس به توجیه نیازی ندارد گورخر یک واقعیت است این کار وجودش آقیدانه نیست اگرچه خطهای بدن آن فاقد معنا باشد واقعیت یک رمان نیز به همین منوال است گریه از بیفایده شدن اثر هنری و هنر برای هنر عبایی ندارد در واقع وی میخواهد از تعهد توصیف جدیدی ارائه دهد تعهد در نظر نویسنده آگاهی کامل از مسائل کنونی زبان است و اعتقاد به اهمیت فوقالعاده این مسائل و حل آن از درون برای نویسنده تنها امکان هنرمند ماندن همین است شاید روزی همین امر از طریق نتایجی نامعلوم در کار دیگر و شاید هم کار انقلاب مفید افتد بنابراین اگر رمان نویس و رومان های وی بتوانند در دراز مدت خدمتی انجام دهند این امر تنها با رها ساختن خوانندگان میسر خواهد گشت روبکریه و بوتور هر دو میخواهند با ابزار نویسندگی خیش به جنگ از خود بیگانگی زنان و مردان عصر حاضر بروند اما در اندیشه ربقیه سخن بر سر از خود بیگانگی ادبی و از خود بیگانگی زنان و مردانی است که خواننده آثار ادبیاند. تعهد به آن شکلی که سارتر مطرح کرده است از زمانی شکل گرفت که وی خواهان یافتن خوانندگانی از میان طبقه کارگر بود و در صدد بود تا رئالیسم سوسیالیستی را در فرانسه به همان صورت که قدرتمندانه در روسیه حکمرانی میکرد شکل دهد به اعتقاد روبگریه باید برای آن دست از خوانندگانی مطلب نوشت که آنها را روشنفکر بورژوا یا به طور اختصار بورژوا مینامی روشنفکرانی که همواره مسئله مشروعیت و دوام جامعه برایشان مطرح بوده است تنها کاری که رمان نویس میتواند انجام دهد نشان دادن توانایی رمان در رها شدن از قیود و قراردادهایی است که در رومانهای قرن پیش به کار میبستند خلاصه کلام با نفی بنیادهای رمان بورژوایی میتوان خوانندگان فعلی را برای رمانهای دیگری آماده کرد که در جوامع دیگری نوشته میشوند بدین ترتیب جایگاه موضوعهای گوناگون در آثار نویسندگان این مکتب ادبی و نیز نحوه سخن گفتن غیر متعارف این نویسندگان از آن موضوعها توجیه میگردد در بخشی از کتاب دفاع از رمان نو که صحبت بر سر طبیعت انسانگرایی و تراژدی است روبگریه چنین آورده است احساس می کنیم در جهان تراژیک زندگی می کنیم. به همین علت است که آزاد نیستیم که از خود بیگانه ایم باری هیچ چیز به ما ثابت نمی کند که جهان واقعا دست خوش نوعی تراجدی است و یقینا لزومی هم ندارد که جهان را این گونه ساز کنیم. ربکریه این اعتقاد را که هر یک از ما قربانی غذا و قدریم با عباراتی زیبا به این شکل توصیف می کند. مثال دیگری را مطرح می کنم. عملکرد واژه تنهایی را در نظر بگیرید. کسی را صدا میزنم میخوانم پاسخی نمیشنوم به جای اینکه نتیجه بگیرم که کسی نیست کسی که بودنش در فضا و زمان و مکانی مشخص امری مبرهن است تصمیم میگیرم اینطور وانمود کنم که کسی هست ولی به علل مختلف نمیخواهد به من پاسخ بگوید سکوتی که به دنبال صدا کردن من به وجود می آید، از آن لحظه به بعد دیگر سکوتی حقیقی به حساب نمی آید. این سکوت حامل مزمون، جرفا و روحی است که همان دم به من منتقل می شود. مسافتی که فریادم در گوشهای خودم تی می کند تا به مخاطب لال یا شاید کری برسد که فریادم خطاب به او بوده است. به یک استراب به یک امید و به یک ناامیدی و به حس زندگی هم تبدیل می شود بعد از این هیچ چیز برایم مهم نخواهد بود جز این فضای توهی کاذب و مسائلی که به دنبال خواهد داشت آیا باید زمان بیشتری صدا بزنم؟ آیا باید بلندتر فریاد بکشم؟ آیا باید حرف‌های دیگری به زبان بیاورم؟ دوباره سعی می‌کنم. زوری در میابم که کسی پاسخم را نخواهد داد. اما حضور نامرئی را حس می‌کنم. حضوری که با صدایم به وجود آوردم و وادارم می‌کند که برای همیشه در سکوت آجزانه فریاد بی حاصلی بزنم بعد باستاب این اکاس صدایم در سکوت گیجم می کند. مثل مسهور شدگان از نو صدا میزنم. باز هم از نو انزبای تشدیر یافتم برای وجدان از خود بیگانم در انتهاب ضرورتی برتر تبدیل می گردد. یعنی به وعده رهایی برای اینکه این, این استحاله تغییر صورت پذیرد مجبورم تا پایان عمر در تکرار این فریاد بیهوده سماجت ورزم به موجب این فرایند همیشگی انزوای من دیگر امری تصادفی موقتی در هستی من نخواهد بود این دیگر جزئی از من کل جهان و همه انسان هاست طبیعت ما و چیزی برتر از آن است پس این انزوا انزوایی ابدی است بدین ترتیب هنوز به درستی این ایراد که مسئله صورت در مکتب رمان نو از اهمیت ویژه برخوردار است توجیه نشده است دیگر اکنون میدانیم که دگرگونی شکل یعنی طریقه بیان موضوعات مختلف مسئله اساسی در رمان نو است در این وهله آنچه برایمان حائظ اهمیت است شناخت درست این امر است که طرح رمان نویسان نو لزوما نتایجی را به همراه دارد مثل حذف قهرمان و نیز از میان رفتن دسیسه اگر رمان بخواهد عادت به تراژدی را داستانی پیوسته با ساختاری مبتنی بر قواعد دراماتیک با آغاز و فرجامی مشخص در ما از بین ببرد باید داستانی با سلسله وقایی جایگزین آن گردد که فی نفس تراژدی به حساب نیاید یاران تا فرصت و مجالی دوباره و در انتهای شبیه دیگر شب خوش